سلاح گرمافشاری جنگ‌افزار جدید پوتین چگونه عمل می‌کند؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می‌کنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. سلاح گرمافشاری جنگ‌افزار جدید پوتین چگونه عمل می‌کند؟ این موشک انباشته از مخلوط به شدت انفجاری از مواد شیمیایی و سوخته است که در اثر انفجار امواج فراصوتی پدید می آید که هر آنچه را در مسیرش باشد از جمله ساختمان ها و انسان ها را نابود می کند. کارشناسان نگران هشدار داده اند اگر ولادیمیر پوتین از جنگ افزارهای گرمافشاری برای در هم کوبیدن اوکراین استفاده کند، احتمال دارد حمله ارتش روسیه به این قلمرو شوروی سابق چرخش هولناک داشته باشد. جنگ افزار گرمافشاری یکی از وحشیانه ترین سلاح‌های جنگی موجود به شمار می آید. این موشک انباشته از مخلوط به شدت انفجاری از مواد شیمیایی و سوخته است که در اثر انفجار امواج فراصوتی پدید می آید که هر آنچه را در مسیرش باشد از جمله ساختمان ها و انسان ها را نابود می کند. این موشک به بمب خلا یا بمب افشانه هم معروف است. از جمله تسلیحات روسیه که در حال حرکت به سمت کیف، پایتخت اوکراین و سایر شهرها دیده شده است. پرتابگرهای راکت گرمافشاری TOS که دقت زیادی ندارد ولی برای تخریب محدودهای وسیع استفاده می شود. بعد از آن که روسیه متهم شد از این بمب در سوریه استفاده کرده است. پیترلی از دانشگاه پورتسموت در مورد عملکرد آن در سال 2016 توضیح داد. او نوشت: تصور کنید بعد از کشیدن نفس عمیق به زیر آب می روید. سپس تصور کنید که در بازدم تمام اکسیژن را به یک بارگی بیرون بدهید. بعد که سعی می کنید دوباره عمل دم را انجام دهید، ششهایتان به جای آب سرد با ذرات اشتغال پذیر سمی پر می شود و این ذرات از درون بدن را متلاشی می کند. فقط انفجارهای ناشی از حمله های هسته‌ای از انفجارهای این بمب بدترند. روسیه متهم است که از این موشک ها در جمهوری چچن و سوریه استفاده کرده است. طبق گزارش های دیگر گویا روسیه این موشک ها را وارد اوکراین کرده اما هنوز از آنها استفاده نکرده است. انار جنسن جونز، کارشناس اطلاعاتی تسلیحات و توپخانه، در تویترش نگاشت: مجموعه وسیع از تجهیزات نظامی در حمله روسیه دیده شده است که پرتابگر موشک چند دوره نو گرمافشاری از خانواده TOS-1 از جمله آنها است. در حالی که حملات تا کنون کمابیش محدود بوده است، اما استفاده از موشک TOS-1 این پتانسیل را دارد که به نقض جدی حقوق بشر منجر شود، به خصوص آن که روسیه سابقه یا استفاده از آن را نیز دارد. در بدترین درگیری نظامی اروپا در دهه های اخیر که ولادیمیر پوتین از پنجشنبه 24 فوریه آغاز کرد، نیروهای روسیه حملات هماهنگ موشکی و توپخانه‌ای به شهرهای اوکراین و از جمله به پایتخت آن کیف کردند. در حالی که جهانیان در پی اعلام جنگ پوتین در روز پنجشنبه حیرت زده و هراسان این رویدادها را شاهدند، رهبران جهان حملات روسیه به اوکراین را محکوم و تحریم های علیه روسیه وضع کردند. در حالی که مقام های اوکراین از مردم درخواست کردند فوری پناه بگیرند، روز شنبه 26 فوریه در کیف نبردهای خیابانی شدید با نیروهای روسیه در گرفت. دو موشک به کیف اصابت کرده است و از آغاز حمله روسیه به اوکراین 198 اوکراینی و از جمله 3 کودک کشته شده اند. پوتین هنگام اعلام جنگ با اوکراین در سخنرانی روز پنجشنبه خود با اوکراینی ها هشدار داد فوری سلاح ها را زمین بگذارند و به خانه های خود بروند.
او گفت تمام نیروهای ارتش اوکراین که این الزام را رعایت کنند می توانند آزادانه منطقه عملیات نظامی را ترک کنند و به آغوش خانواده های خود بازگردند. او در ادامه تهدید کرد هر کس بخواهد جلو ما را بگیرد و کشور ما و مردم ما را بیشتر تهدید کند باید بداند پاسخ روسیه فوری خواهد بود و چنان تبعاتی برایتان خواهد داشت که هرگز در تاریخ خود با آن مواجه نشده باشید. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار. کامگار بهروز و سرفراز باشید.